سلام خدمت تمام دوستداران بازی کامپیوتری. به اولین قسمت از برنامه جویستیک خوش اومدید. هدف این برنامه خبررسانی و بالا بردن سطح اطلاعات مخاطب باشه. ما می‌خوایم با نقد و بررسی دقیق بازی‌ها و همینطور دادن اطلاعات در مورد سازنده‌هاش شما رو بیشتر با این صنعت آشنا بکنیم. مخاطبای اصلی این برنامه فقط گیمرهای حرفه‌ای نیستن. خانواده ها و کسایی که اطلاعات کمتری نسبت بازی دارن میتونن با دیدن این برنامه انتخاب درستی برای خودشون و یا فرزندانشون داشته باشن. خب بریم سراغ اولین بخش این برنامه، معرفی یه سری از برترین بازی های ما و بازی هایی که قرار بیان. توی این قسمت از برنامه میخوایم بریم سراغ معرفی بازی‌های مهم و بزرگی که قراره به زودی وارد بازار بشن. ما سعی کردیم به سلایق مختلف احترام بذاریم و بازی‌های کنسولی، PC و حتی بازی‌های هندهلد رو هم مورد بررسی قرار بدیم. برای اولین قسمت از این بخش میریم سراغ بازی Walking Dead ساخته کمپانی تل تیل. واکینگ دد همه چی به انتخابای بازیکن‌ها برمیگرده و این موضوع در واقع به سبک ساخت بازی‌های استودیو تل تیل مربوطه که مثل امضای کارشونه و فروش خوب بازی‌هاشون هم رضایت گیمرها رو نشون میده. حالا بعد از گذشت یه سال اونا تصمیم گرفتن که داستان سری واکینگ دد رو تا دسامبر 2018 و تو 4 تا اپیزود تموم کنن. سال 2012 که اولین نسخه بازی واکینگ دد اومد بیرون، کلی طرفدار پیدا کرد و اگه یادتون باشه گیم آف دی ایر اون سالم شد. بازی نحوه روایت داستانش، شخصیت پردازیش، گیم پلیش و تأثیری که پلیر توی دنیا و داستان میذاره خیلی جالبه. سال 2012 اولین نسخه بازی شخصیت اصلی لی بود و اگه یادتون باشه محوریت بازی روی رابطه عاطفی لی و دختر کوچولی اون موقع کلمنتاین شکل میگرفت. توی این 6-7 سالی که گذشته و توی این نسخه های قبلی که اومده کلمنتاین دیگه شخصیت اصلیه و توی این نسخه آخر بازی که نسخه فصل پنجمش هست کلمنتاین یه کاراکتر جسوری رو داره و بیشتر فاز رهبری گروه رو بر عهده گرفته. امیدوارم شما مثل من منتظر فصل پنجم باشین، فصلی که آخرین قسمت از بازی واکینگ دده. Kids are safe here. Make sure of it. I'm Clementine. Yeah, I know. Your kid won't stop talking about you. یه خبر خوب برای کسایی که کنسول دارن. دیوینیتی اوریجینال سین 2 بازی انحصاری PC قراره به زودی برای اونا هم وارد بازار بشه. دیولپرهای این بازی تمام تلاششون رو کردن که فیچرها و کنترل این بازی همونطور که برای موس و کیبورد بود بتونه برای جویستیک هم باشه. بریم با هم تریلرش رو ببینیم. Riverland. You were my home. شماره اول دیوینیتی تو سال 2014 برای PC اومد و سال قبل هم نسخه دومش به بازار اومد. سبک این بازی رول پلینگه که البته بیشتر شکل و شمایل غربی به خودش گرفته تا اون حالت کلاسیک ژاپنی. و مهمترین خصوصیاتش هم داستان گیرا و جذابشه که در کنار سیستم کم نفس اسکیل کرافتینگش میتونه مدت ها سرگرمت. حالا که با حال و هوای بازی آشنا شدیم بریم یه سری از فیچرهای بازی هم با هم بررسی بکنیم. مثل اکثر بازی‌های RPG خوب پلیر این قابلیت رو داره که کاراکتر خودش رو هر جوری که دلش بخواد بسازه، از بک‌گراندش گرفته تا نژاد و رنگ مو و صورت و اسکیلای اون پلیر. پلیر یه قابلیت دیگه‌ای که داره میتونه بخش داستانی بازی رو به صورت چند نفره بره که یکی از بخش‌های جذاب بازی هم هست. و یه بخش جدیدی هم که اد کردم به قضیه پلیر ورسس پلیر یا PvPه که مثل بازی محبوب دوتا پلیرها میتونن به صورت آنلاین روبروی همدیگه قرار بگیرن. We can shut you down and we can put you on an island. Crossover. Gather. Game. اگه شما مثلا با بسکتبال حال بکنید و طرفدار تیمایی مثل کلیولند کاوالیرز، گلدن استیت واریرز باشین، امسال خیلی سال خوبیه چون دو تا کمپانی درجه 1 EA و 2K هر دو تا بسکتبالاشون رو دارن میدن بیرون.
sound of the bells when the lock on. And the voice when the war's on. Thirsty when the dogs put their paws on. You go tell the medic, go a little bit of gloss on. خب برای اولین قسمت میخوایم بریم سراغ بررسی NBA لایو 19. NBA که ساخت کمپانی EA. مثل اکثر بازی‌های EA، گرافیک بازی خیلی خوبه و انیمیشن‌ها ریالیستیک دیزاین شدن. گیم پلی بازی دقیقاً همون چیزیه که عاشقای بسکتبال دوست دارن. دریبل‌های سریع، پاسکاری‌های خوب و گیم پلی نرم. اینا رو دقیقاً همه رو دارن. ولی چیزی که احتمال داره فروش بازی رو به خطر بندازه، حضور NBA 2K 19. NBA 2K امسال 20مین سال حضورش توی مارکت رو داره میگذرونه. و دیولپرهای بازی سعی کردن سنگ تموم بذارن، بخشای جدید دیزاین کردن و یه بخش مهمش به نام مای کریر خیلی بهتر از نسخه‌های قبلی شده. توی بخش مای کریر که حتی داستان هم داره، پلیر میتونه بازیکنهای بزرگ بسکتبال مثل لبرون جیمز یا استفن کری هم ببینه. خب رسیدیم به بخش هنزان. هر هفته یکی از بهترین و پرسرصداترین بازیایی که تازه وارد بازار شده رو انتخاب میکنیم، یه قسمتایش رو براتون بازی میکنیم و یه نقد کوچیکی هم روش میریم. این هفته میریم سراغ اسپایدرمن. پیتر پارکر، How the hell are you? The city is in danger. It needs our help. Gang of costume nut jobs is taking the city apart piece by piece. و بریم سراغ گیمپلی اسپایدرمن که اینسامنیاک 4 سال حدوداً روش وقت گذاشته. لحاظ نرم بودن تار انداختن و کلن به قول معروف حرکت و موومنت های بازی، گیمپلی خیلی روونه. این خیلی نکته مثبتیه. میشه گفت توی یه سری زمین ها از مدل های بتمن هم ایده هاشو گرفتن، ولی خب تو گیم یه چیز خیلی نرماله. چیزی که من خیلی خودم به شخص حال کردم توش، شهر نیویورک اگه ببینید خیلی کامل و بزرگ ساختنش و تا جایی که جا داشتم دیتیل توش اضافه کردن و خیلی قابل ستایشه. به غیر از این تار انداختن و حرکت‌های تو اسپایدرمن، چیزی که نکته مهم بازیه کامبتشه که طبق چیزی که همه انتظار داشتن کامبت سریع، کلی کمبو توش داره. بعد گجت هایی که تو بازی اضافه کردن خیلی تو کامبت به کار میاد و از اون برم اسکیل تری هایی تو بازی معلوم خواهم اسکیل تری نشون بدم. راجع به اسکیل های اسپایدرمن یه سری نکات خیلی جالب هستش. مثلا توی موقعی که پلیر میخواد اسکیل پوینت هاشو مصرف بکنه، براش 3 تا چارت گذاشتن، قسمت اینوویتر، دفندر و ویب سلینگر. تو قسمت اینوویتر پلیر میتونه چیزایی که اد بکنه بیشتر مرتبط با کامبت بازی هن. و قسمت دفندر هم خب بیشتر تو قسمت کومبو ها و حرکاتی که استفاده میکنه است. ویب سلینگر هم خب قسمتی که میخواد تار بندازه و حرکت بکنه، حرکات آکروباتیکی که میاده. چیز دیگه باحالی که اسپایدرمن داره قسمت گجتشه که تقریبا تنوعی که توش به کار بردن پلی استایل های مختلف رو کاور میکنه. از مثلا یه چیزی که مورد علاقه منه اسمش تریپ ماینه. تریپ ماین رو موقعی که میچسبونی به دیوار، انمی موقعی که میخواد رد بشه تریپ ماین انمی رو میکشه سمت خودش. این خیلی باحاله. سعی کنیم امپایر استیت رو بریم بالا، از اون بالا نیویورک رو نگاه کنیم. این سری دویدن و کلن فضای این وال کلایمینگ اسپایدرمن خیلی باحاله، خیلی روون و خیلی فست و بحبه. اینا فضای نیویورک از بالای امپایر استیت بیلدینگ خیلی باحاله. خب یه تیکه آخر کامبت هم با هم ببینیم، تیکه‌ای که توی محیط خیلی کوچولو قراره ما کلی انمی رو با هم بزنیم. چیزی که من خودم خیلی حال میکنم باهاش، این
جاخالی‌های خیلی سریع اسپایدرمنه که دقیقاً یکی از نکات خیلی مهم خود کاراکترش هم هستش. مثلا الان این چیز باحالی که داره استفاده از محیط توی بازیه، یعنی مثلا خیلی موقع میشه که پلیر مثل الان یه آبجکتی رو از انوایرمنت به ور داره و اونو بزنه تو سر اون یکی انمی و خب اینا خیلی جذاب کرده محیط بازی رو. بزنین این دوتا انمی آخر هم با هم بزنیمش. این آخری هم زدیم. امیدوارم که شما مثل من با کامبت اسپایدرمن حال بکنید و طرفدار بازی‌های خیلی فست و سری باشین. اگه شما طرفدار اسپایدرمن هستین که حتما این بازی رو بخرین، ولی اگه شما طرفدار اسپایدرمن نیستین و پلی استیشن 4 دارین، من خودم بهتون توصیه میکنم که این بازی رو بگیرین، چون خیلی واقعا میارزه و بازیه که روش خیلی کار کردن و علاوه بر گیم پلی و حتی داستان چیز جذابی در اومده. امیدوارم که با استریم من حال کرده باشین. بریم سراغ بخش دیگه. توی اولین قسمت از این بخش میخوایم بریم سراغ یکی از قدیمی ترین کنسولهای خونگی که سرمشه فرانچایزهای محبوبی مثل متال گیر، فاینال فانتزی، کسلوانیا و کنترا بوده. با هم بریم مراحل ساخت و فراز و نشیبای 12 سالش رو ببینیم. اسم این کنسول NSX که در اوایل دهه 80 توسط کازوی کنیشی به عنوان یک کامپیوتر خونگی معرفی شد. این اسم مخفف مایکروسافت اکستندده. آقای نیشی تو ژاپن معاون ارشد کمپانی مایکروسافت بود و روی خیلی از فعالیت‌های این پروژه نظارت داشت، چون هدف اونا ایجاد یه استاندارد برای سرگرمی‌های خانگی بود. کشور اصلی تولید کننده این دستگاه ژاپن بود که تونست یه فروش 5 میلیونی رو اونجا به دست بیاره و بعدش تو کلی کشور آسیایی، شوروی و حتی یه سری کشور اروپایی مثل اسپانیا و هلند عرضه شد تا اینکه به آمریکا رسید. نکته‌ای که باعث می‌شد MSX از کنسول‌های اون موقع متمایز بشه، استفاده از کارتریج تو خود دستگاه بوده که باعث می‌شده هم کیفیت بازی‌ها بهتر بشن، هم سرعت اجراشون بیشتر باشه. بریم یه سری از بازی‌های MSX رو بیشتر بشناسیم. بتمن. بدون شک همین ما با کاراکتر بتمن آشنایی، اما شاید خیلیامون ندونیم که اون برای اولین بار تو سال 1986 و با کنسول MSX به دنیای بازی‌های کامپیوتری اومد. تو این بازی هدف اصلیمون نجات دادن رابین بود که بتمن باید تو 7 مرحله قطعه های گم شده ی هاورکرافت رو جمع می کرد تا بتونه رابینو آزاد کنه. این بازی نوآوری‌های زیادی داشته که یکی از اونا جمع کردن تیکه هایی به نام بتستون بوده که اگه همه جونتون رو از دست می دادین می تونستین بازی رو دوباره از اونجا شروع بکنید. این سری هیدئو کوجیما از همون روزای اول به موفقیت این سری ایمان داشت، چون که داستانشو به قدری گسترده توی ذهنش خلق کرده بود که تا همین چند سال پیشم نسخه های زیادی از این بازی منتشر می شد. شروع افسانه اسنیک از سال 1987 بود که لید پلتفرم اون MSX 2 بود و تنها به فاصله 3 سال نسخه دوم این سری هم منتشر شد. گیم پلی متال گیر همیشه یکی از نقاط قوت بازی بوده که با کلی مخفی کاری همراه بوده. همین نوآوری‌های توش کلی طرفدار بر خودش دست و پا کرده بود. البته اینم بگم که یه جاهای بازی انقدر سخت بوده که تموم کردن بازی کار هر کسی نبوده. ما هر هفته بخشی به نام فیتالیتی داریم که توش به معرفی یکی از مهمترین بازی‌های که قرار بیاد می‌پردازیم. این هفته میریم سراغ فالاوت 76. فالاوت 76 کاراکتر اصلی یه بار دیگه قصد داره تا از پناهگاه‌های اتمی توی زمین بیرون بیاد و داستان خودش رو شروع کنه. توی این نسخه علاوه بر بخش تک نفره، بخش مولتی پلیر هم وجود داره که تمرکز سازنده‌ها بیشتر روی این بخش بوده. توی فالاوت 76 یکی از اولین کارهایی که باید بکنید ساختن بیستونه. ساختن بیس از گذاشتن در و پنجره شروع میشه تا یه سری چیزهای تزئینی مثل مجسمه و میز بیلیارد. یکی از فیچرهای خوب بازی قضیه مالتی پلیرشه
که باعث میشه پلیرها بتونن با هم دیگه همکاری بکنن و از بیسشون دفاع بکنن. برای بالانس کردن بازی یکی از قابلیت‌های جدیدی که بتزا اضافه کرده، انمی‌ها به کسایی که لولشون پایین‌تر از 5 باشه حمله نمی‌کنن، که خیلی نکته جالبیه. در مورد مپ بازی، اگه یادتون باشه فالاوت 4 توی بوستون اتفاق می‌افتاد، ولی فالاوت 76 توی ویرجینیاه و چیزی که خیلی اینو جالب‌تر می‌کنه بزرگ بودن مپشه که 4 برابر بزرگتر از بوستونه. Whether you choose to explore the wasteland alone or with friends, your days will be filled with fun activities. قبل از انتشار بازی، نسخه بیتا بخشی چند نفره رو هم میتونید تست کنید که البته به احتمال خیلی زیاد اول برای کنسول ایکس باکس وان میاد. سازنده ها توی نسخه علاقه زیادی برای کراس پلتفرم کردن بازی داشتن تا همه گیمرها جدا از دستگاهی که روی اون بازی میکنن بتونن کنار هم بازی کنن. اما متاسفانه شرکت سونی این موضوع تا به امروز قبول نکرده. نسخه ویژه یا همون اسپیشال ادیشن بازی توی آمریکا با 200 دلار و توی انگلیس با 175 پوند عرضه میشه. فالات 76 14 نوامبر روی کنسول های PS4، Xbox One و PC به بازار میاد. بعد از همه این حرفا میریم سراغ بازی لوترز. بازی که ژانرش ساید اسکرول پلتفرمینگه و بازیکن‌ها همونجوری که از اسم بازی معلومه باید به غارت کردن همدیگه بپردازن. بازی لوترز توسط استودیوی بازیسازی ایرانی کاریزما در حال ساخته و اولین نکته‌ای که شاید نگاه هر کس رو به خودش جلب کنه طراحی گرافیکی با مزه شخصیت‌ها و محیط‌های بازیه. تو این بازی شما نقش یه قارتگر رو دارید که باید مسیرهای مختلفی رو که پر از تله‌های جور و جوره پشت سر بذاره و آخر سر خودش رو به تداعی بازی برسونه. بازی به صورت آنلاین انجام میشه و بازیکن‌ها میتونن هم از بیس خودشون دفاع کنن هم به جاهای دیگه حمله بکنن. این بازی پاییز امسال روی iOS و اندروید عرضه میشه. تو این بخش از برنامه یه سری اخبار دست اول براتون داریم. از نینتندو سویچ رو دایرکت گرفته تا فیچرهای آنلاین کال آف دیوتی و بتلفیلد. بریم ببینیم. تو این چند وقت کیف کال آف دیوتی بازا حسابی کوک بوده چون سرشون با بتای بلک آپس 4 گرم. تو بخش بلک آوت بازیکن‌ها 80 نفره با هم دیگه بازی می‌کنن و توش از کلی وسیله و سلاح مختلفم استفاده می‌کنن و با وجود زامبی مودم که دیگه چیزی نمیمونه تا از این سری بخوان. خب
عاشقای بتلفیلد میدونن که استدیوی دایس رو بخش بتل رویال این سری کار نمیکنه و یی این مسئولیت رو به استدیوی کرایتریان گیمز واگذار کرده. بازیکن ها تو این مود باید تو بزرگترین نقشه‌ای که تا حالا تو این سری دیدن بجنگن و از بین 16 تا اسکواد که تو بازیه، آخرین گروهی که زنده بمونه برنده بازی میشه. More games, more features, more fun. چند وقت پیش بود که نینتندو یه خبر خیلی مهم اعلام کرد و اونم اینه که سویچ دارا دیگه میتونن برای خودشون یه سرویس آنلاین داشته باشن که قیمت سالیانش $19.99 و بعد از رافتادنش هم برای 7 روز همه میتونن مجانی ازش استفاده کنن و قابلیت های باحالش رو تست کنن. سگا به عاشقای سری یاکوزا قول داده بود که تیم سازنده این بازی مشغول کار روی یه الپی جدید و باحاله که بالاخره اسم این بازی جدید معلوم شد. پروژه جاج که قراره تا آخر سال تو ژاپن بیاد و احتمالاً بعد چند ماه هم تو بقیه جاهای دنیا. اگه خیلی دوست دارید این بازی انحصاری PS4 رو تست کنید، میتونید دموی اونو از PS استور ژاپن دانلود کنید. رسیدیم به آنباکسینگ این هفته. آیتمی که میخواییم براتون باز بکنیم کریتوس گاداواره. از 13-14 سال پیش زمان PS2 به ازای هر یه دونه گاداواری که میومد اکشن فیگرش هم باش میومد بیرون. این دفعه دیگه کریتوس مثل زمان قدیم زمان جوانیش بدون ریش نیست. الان تیپش و صورتش و کلن اسلحه هایی که داره خیلی بیشتر سمت نورس میتالوجیه، افسانه های شمال اروپا. قبلا بیشتر سمت افسانه های یونان بود. بریم اینو با هم آنباکس بکنیم. توی این گاد آف وار جدید که ساخته سونی سانتا مونیکاه، انقدر که دیتیل به لباس و صورت و اسلحه هاش دادن، آدم واقعا چه تو بازی چه تو اکشن فیگرش کیف میکنه موقعی که نگاه میکنه. این لوایتون اکس، همون سلاح جدید کریتوس، سپرش و این کلا پوششی که روی لباسش داره خیلی خوب کار شده و پر از دیتیله. اینم از اولین قسمت از برنامه جویسی. امیدوارم با بخشای مختلف برنامه حال کرده باشید. از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باشید. براتون یه هفته خوب گیم آرزو میکنم. خدا حافظ.